نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه 26 ماه سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست علمی فرمودند با اشاره به آیات 102 و 103 سوره مؤمنون آنان که میزان اعمالشان به وسیله طاعت الهی سنگین شده است از رستگاران هستند و آنها که میزان میزانهایشان از طاعت الهی سبک است در نزد خود احساس ضرر می کنند و در جهنم گرفتار می شوند فرمودند در روز قیامت برای سنجش اعمال هر کس معیار و موازینی وجود دارد و هر حسنه مانند نماز، زکات و روزه اگر صحیح انجام شده باشد باعث سغیر شدن و سنگینی میزان آدمی می شود و اگر آن اعمال یا شده باشد میزان انسان سبک و خفیف می شود معظم الله همچنین تاکید فرمودند توبه یکی که از کارهایی است که باعث سنگی شدن ترازوی عمل انسان در روز قیامت می شود و از جمله اعمالی است که حسنه بسیار بزرگ و سنگینی را به نامه اعمال انسان می ابزاید. و چه بسا اگر کسی یک عمر نماز نخوانده باشد و روزه نگرفته باشد اما چنانچه توبه واقعی قبل از مرگ نماید خود متعال وعده داده که از او بگذرد و حتی میتوان گفت توبه خود یک عمل در برابر هزاران عمل است ایشان با اشاره به سبک بودن میزان افراد گناهکار در روز قیامت و گرفتاری جاودانه آنان در جهنم فرمودند در این آیه اشاره به این که انسان چه توبه کند یا توبه نکند اگر نامه عملش سبک باشد در جهنم جاودانه و همیشگی خواهد بود نشده است و چنین معنایی در آن ظهور و اصلاح ندارد لذا از شک در ظهور عدم ظهور استنباط می شود و برای روشنتر شدن مفهوم آیات باید به معصومین علیهم السلام مراجعه کرد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم اگر توبه کرد ان الله یغفر الذنوب جمیعا و داده چند تا آیت قرآن داره الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا بعدش هم داره ایمان و عمل صالح خلاصه عاقبت اگر خوب بود و حق الناس توش نبود خدا از حق خودش وعده زده بگذره لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله لزما صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزه دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ماه حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 هفتاد و بیننده نشست علمی باشید